به نام خدا ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت دانشجویان و دانشپژوهان گرامی آغاز میکنیم جلسهمون رو با عنوان مقدمات و تعاریف اولین بحثی که میخوایم توی این جلسه بشه پردازیم بحث تعریف تجهیز کارگاه و انواع اون هستش اینکه متوجه بشیم که تجهیز کارگاه شامل چه آیتم خواهد بود و از همه مهمتر انواع آن در چه شکلهایی صورت خواهد گرفت بحث بعدیمون بحث تجدید کارگاه در انواع قراردادها هستش همونطوری که مستنظرید هر قراردادی میتونه شرایط مختص به خودش رو داشته باشه اما در نهایت هم بحث سازوکارهای تجدید کارگاه رو ما انشاءالله در این فصل مورد بحث قرار خواهیم داد اما تعریف تجدید کارگاه تعریف تجدید کارگاه رو ما میتونیم از چند جهت مورد اشاره قرار بدیم یکی از اون تعریفی که بسیار حائز اهمیت هسته و ما میتونیم از اون به عنوان یک سند یاد کنیم تعریف تجدید کارگاه مطابق با شرایط عمومی پیمان هستش اما شرایط عمومی پیمان چی هستش شرایط عمومی پیمان یا همون نشریه 43 11 یک نشریه بود یک آینامه اجرایی هستش که در سال 1175 توسط هیئت وزیران تصویب شد و شامل یک سری پیوست ها هست موافقت نامه ها شرایط عمومی پیمان شرایط خصوصی پیمان هستش که مخصوص کارهای پیمانکاری از نوع گروه اول در واقع لازم اجرا هستش که از سال 75 ابلاغ شده به تمام دستگاه های اجرایی کشور مهندسان و مشاور پیمانکاران ابلاغ شده و بر اساس اون در واقع اکثر قراردادها داره مسیر خودش رو پیش میبره اما توی شرایط عمومی پیمان یا همون نشریه 43 ما با یک سری بندها مواجه هستیم که خب توی دروس مختص به خودش که درس اصول مدیری از ساخت هستش به اون قطعا پرداخته خواهد شد اما آنچه که متناسب با شرایط درس ما هستش بحث تعریف تجدید کارگاه هستش که ما اگر ماده دوازده نشریه 43 رو ملاحظه بکنیم به عنوان اولین بار در عنوان کار و کارگاه و تجدید بچیدن کارگاه اونجا به ما معرفی خواهد شد که در بند جیم ماده 12 به ما میگه که تجدید کارگاه عبارت است از عملیات اقدامها و تدارکاتی که باید به صورت موقت به منظور اجرا و یا در دوره اجرا انجام میشه پس نکته ای که حائز اهمیت هست توی تعریف تجدید کارگاه و, کارگا و تفاوتی که با سایر ساخت اماکن داره اینه که به صورت موقت و برای دوره اجرا انجام میشه و باید سی طوری هم انجام بشه که شرایط موضوع پیمان رو عملیات موضوع پیمان رو برای ما میسر بکنه اما یک نکته دیگه هم وجود داره بحث برشیدن کارگاه هستش که بحث برشیدن کارگاه رو به عنوان یک فصل مستقل در انتهای آموزش برای شما ارائه خواهد شد اما دلایل اهمیت تجهیز کارگاه چرا تجدید کارگاه برای ما اینقدر های اهمیت هستش؟ تجدید کارگاه به طور مستقیم و حتی غیر مستقیم میتونه بر توانایی ها و نیروی انسانی و بهرهوری و حتی اثر بخشی منابع مورد نیاز ما در پروژه یک تاثیر ای داشته باشه. یا به عبارت میتونیم بگیم که یک تجدید کارگاه میتونه کیفیت اثرگذار در چرخه عمر پروژمون داشته باشه. همونطور که میدونید هر پروژه‌ای مانند یک انسان زنده مانند یک موجود زنده یک عمری داره یک چرخه عمری داره که از مراحل آغازین پروژه شروع میشه و مراحل میانی و مراحل انتهایی خودش رو طی میکنه یک تجهیز کارگاه خوب میتونه یک کیفیت اثرگذار در چرخه عمر پروژه ما داشته باشه که در ادامه به مسائل ریز اون خواهیم پرداخت اما یک نکته دیگه که بسیار حائز اهمیت هستش بحث تاثیر در هزینه هامون هستش تجهیز کارگاه میتونه هزینه های ما رو در دراز مدت و حتی در کوتاه مدت به حداقل برسونه گذشته از که خود تجهیز کارگاه هم شامل یک سری آیتم ها و در واقع هزینه ها خواهد بود که این هزینه ها میتونه به نفع پیمانکار هم تلقی بشه غیر از اون هم میتونه در هزینه های آتی کارفرما هم داره صرف جوی بهینه و خاصی باشه اما مورد بعدی که بسیار مهم هستش بحث افزایش سرعت در پیشبرد اهداف پروژه هستش ما با یک تجهیز کارگاه خوب با یک تجهیز کارگاه مؤثر و حساب شده و اصولی میتونیم سرعت کارمون رو افزایش بدیم خیلی از کارگاه شده شما تشریف بردید و میبینید که اصطلاحا کارگاه بینظم هست اصطلاحا کارگاه شلخته هستش او یکی از علتاش میتونه عدم پیشبینی یا عدم طراحی مناسب تجهیز کارگاه باشه پس یک تجدید کارگاه خوب میتونه یک کیفیت اثرگذار در چرخه عمر پروژه داشته باشه میتونه در هزینه هامون تاثیر داشته باشه و همچنین میتونه افزایش سرعت رو در پیشبرد اهداف و تکمیل شدن پروژه برای ما بر مقام بیاره و اما انواع تجدید کارگاه تجدید کارگاه رو به طور کل ما به دو قسمت تجدید اولیه و تجدید ثانویه میتونیم تقسیم کنیم همونطور که از اسمش پیداست ما توی تجهیز اولیه اقدامات اولیه برای تجهیز کارگاه اصلی رو انجام میدیم. یک سری امکانات ضروری مثل ابزارالات، مثل محل اسکان، دفاتر کار، یک سری راه های دسترسی میتونیم بگیم که مدت زمان تجهیز اولیه کارگاه مثلا میتونه یک سوم یا یک چهارم مدت زمان تجهیز ثانویه‌مون باشه. اما توی تجهیز ثانویه کار انجام میدیم؟ توی تجهیز ثانویه ما مجموعه عملیاتی که برای انجام امور موضوع پیمان به طور خاص هست رو انجام میدیم برای مثال تجهیز اولیه و تکمیل کننده یه چیزهایی که توی فاز اول انجام دادیم یا مثلا تأمین محل اسکان و دفاتر برای عوامل کارفرما و دستگاه نظارت یا مثلا یک راه دسترسی ایجاد کردیم الان میبینیم که اگر اون راه رو عریض سر کنیم کارمون بهتر پیش میره یا مثلا سازماندهی یا ایجاد یک برنامه مدون برای خود تجهیز کارگاه برای کاهش هزینه ها یا حتی برای سرعت بخشیدن به کارهامون پس میتونیم نتیجه بگیریم که تجهیز ثانویه مکمل تجهیز اولیه ما در هر کارگاهی خواهد بود البته باز هم متناسب با وضعیت و شرایط تجهیز کارگاه شاید این مقوله به تجهیز اولیه بسنده بکنه و تجهیز ثانویه رو متناقب به کارش نداشته باشه و اما در ادامه بحث این که تجدید کارگاه اصلا بر عهده چه کسی خواهد بود خب ما گفتیم تجدید کارگاه بالاخره یک سری نیازمندی هایی هستش که به صورت دو فاز اولیه و ثانویه در کارگاه باید به طور موقت انجام بشه اما چه کسی باید تجدید کارگاه رو انجام بده خب این سوالیه که شاید ذهن هر کسی رو مشغول بکنه کارفرما باید انجام بده یا پیمانکار یا مشاور یا دستگاه نظارت ما خب برای به دست آوردن پاسخ این سوال میایم سراغ همون شرایط عمومی پیمان یا نشریه 4311 ما در ماده 20 شرایط عمومی پیمان با عنوان تجهیز کارگاه تدارک مساله و تجهیزات و ماشینالات میخونیم که پیمانکار موظف است که پس از تحویل گرفتن کارگاه با توجه به مدت تعیین شده برای تجهیز تحت جانمایی تجهیز کارگاه رو تهیه کنه و بعد از تایید مهندس مشاور اون رو به عنوان متن تجهیز کارگاه قرار بده پس بر اساس ماده 20 از شرایط عمومی پیمان ما متوجه شدیم که انجام تجهیز کارگاه بر عهده پیمانکار خواهد بود و اینکه در صد هزینه تجهیز کارگامون به چه نحو محاسبه خواهد شد و به چه نحو در وجه پیمانکار پرداخت خواهد شد جواب این سوالمون رو میتونیم در فهرست بهای ابنیه پیوست پنجم که همه ساله توسط سازمان برنامه بودجه کشور منتشر میشه جواب رو پیدا کنیم در یکی از بندهای پیوست پنجم دستورالعمل تجدید برشدن کارگاه از فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه 1401 ما میتونیم عدد قابل قبول برای تجدید برشدن کارگاه رو استخراج کنیم در این آیتم به خوبی داره اشاره میکنه یه کارهای مربوط به فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی عمدتا کارهای پیمانکاری ساختمانی هم شامل این ستا رشته خواهد شد و همچنین راه راهن باند راهداری آبخیزداری و غیره به میزان چهار درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای کار بدون هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه از طرفی میاد میگه که برای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار و همچنین زهکشی این عدد رو به 5 درصد ارتقا میده از طرف دیگه میاد میگه اگر کارهایی که براشون تجهیز کارگام ما در نظر میگیریم بیش از یک رشته فهرست برهایی باشند غیر از آنچه که در بند اول خدمتون از کردم میتونه عددی بین 4 تا 5 درصد باشه ولی با توجه به تعریفی که خدمتون ارائه شد ما عدد 4 درصد رو میتونیم ملحوظ قرار بدیم اما اینکه این 4 درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای کار هستش بدون در نظر گرفتن خود تجدید برشیدن کارگاه البته بحث مربوط به محاسبات درصد تجدید کارگاه به صورت مقتو و یا تا سقف 4 درصد بحثی هستش که ما در ادامه و در جلسات آتی به طور مفصل حتما به اون خواهیم پرداخت و همونطور که اول جلسه خدمتتون عرض کردم ما در این جلسه هدفمون صرفا تعاریف و آشنایی با موضوعات تجدید کارگاه خواهد بود. همونطور که در گذشته خدمتتون عرض کردم پیمانکار موظفه که به محض اینکه قرارداد رو اصلاحاً مورد تنفيذ قرارداد و قرارداد رو پذیرفت متناسب با برنامه زمانبندی که به ابلاغ میشه نسبت به ارائه طرح جانمایی کارگاه و تجدید کارگاه اقدام کنه و در این زمینه باید حتما نظر مثبت مشاور پروژه رو هم عکس کنیم. خب ما توی این اسلاید نمونه طرح جانمای کارگاه رو داریم خدمتتون ارائه میدیم همونطور که ملاحظه میفرمایید این یک سایت بزرگی هستش که حالا قرار مثلا یک زمینه وردشی دوش ساخته بشه اصطلاحاً میاد اینجا به صورت زوم شده کارگاه رو به این شکل تقسیم میکنه مثلا این ورودی کارگاه هستش ساختمان شماره 102 که حالا میتونه کاربری مثلا نگهبانی داشته باشه ساختمان شماره 103 حالا میتونه کاربری انبار یا غیر داشته باشه مثلا آزمایشگاه رو در اینجا قرار داده بحث‌های مختلف حالا انواع ها، پارکینگ هایی که در نظر قرار داده سالن های غذاخوری آزمایشات متناسب با نوع پروژه اینکه خارج شهر هست داخل شهر هست و مدت زمانی که در نظر میگیریم اماکن رفاهی، اماکن تفریحی، حتی سرویس های بهداشتی، حمام، حتی یک سری پروژه های طویل مدت هستن که برای اونها سالن های ورزشی، استخر، و جکوزی و غیره در نظر می گرفته میشه و حتی خانه های سازمانی که هم خدمتتون از کردم طرح جانمایی کارگاه و طرح تجدید کارگاه توسط پیمانکار متناسب با شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمان و مفاد قرارداد تهیه میشه و بایستی حتما به رویت و تایید مشاور برسه اما در هر تجدید کارگاهی و در هر قراردادی یک سری تعهدات وجود داره میدونید که در هر پروژه ای ما حداقل دو تا عامل و معمولا سه تا عامل داریم کارفرما، پیمانکار و مشاور اما کارفرما در واقع به عنوان هد مجموعه و به عنوان کارفرما و کسی که اختیاردار اون پروژه هستش یک سری تعهداتی در قبال پروژه و در قبال پیمانکار خواهد داشت یکی از اونها معرفی نامه و مجوزهای لازم هستش خب یه سری از فعالیت ها و یک سری از کارها هستش که پیمانکار عنوان نماینده کارفرما بایستی اونها رو پیگیری کنه برای مثال معرفی نامه باید بگیره و بره دنبال مجوزهای لازم برای شهرداری مجوزهای لازم جهت اخذ انشعاب آب مجوزهای لازم جهت اخذ انشعاب برق فاضلاب و حتی ترددهایی که در طول شبانه روز نیازه یا حتی مجوز برای شروع کار برای بیمه تامین اجتماعی پس کارفرما موظفه که هر نوع معرفی نامه و مجوزی رو که پیمانکار متناسب با شرح کار و شرح قرارداد و موضوع پیمان مورد نیازش هست رو در اختیارش قرار بده یکی دیگه از اون تعهدات که بسیار مهم هست بحث تحویل به موقع و بلا معارض زمین هستش خیلی وقتی توی کارگاه پیش میاد قرارداد بسته میشه که یک زمینی در واقع یک پروژه درش احداث بشه ولی متاسفانه به دلیل اینکه اون زمین به موقع تحویل پیمانکار نمیشه و یا اون زمین داره یک سری معارضهایی هستش متاسفانه پروژه به موقع استارت نمیخوره و سبب یک سری زر و زیانهایی برای پیمانکار خواهد شد و یکی از تعهدات مهم کارفرما تحویل به موقع و بلا معارض زمین به پیمانکار خواهد بود اما یکی دیگر تعهدات کارفرما در محدوده قراردادش هستش یعنی آنچه که در قرارداد لحاظ شده کارفرما باید نسبت بهش تعهد داشته باشه چون که اگر تعهداتش رو بتونه به موقع انجام بده خب طبعا پیمانکار هم در اجرای تعهدات و در اجرای اهداف پروژه دوچار یک سری نقص ها و یک سری کاسی هایی خواهد شد این که حالا در محدوده قرارداد چه نوع تعهداتی برای کارفرما پیش بینی شده یک سری از تعهدات و تعهیدات هستش که در شرایط عمومی پیمان لحاظ شده و برخی از اونها رو میتونیم ما در شرایط خصوصی پیمان به صور اختصاصی برای اون پروژه خاص مد نظر قرار بدیم و اما در قبال تعهدات کارفرما پیمانکار هم یک سری تعهداتی خواهد داشت یک سری از اون تعهدات تجهیز و تهیه طرح جانمایی کارگاه بلا درنگ پس از تحویل کارگاه خواهد بود که خدمتتون عرض کردم بایستی تهیه طرح جانمایی رو انجام بده و پس از تایید مشاور نسبت به تجهیز کارگاه اقدامات لازم رو انجام بده مورد بعدی بحث رعایت کلیه دستورالعمل‌های کشوری و بینی شده در اسناد و مدارک پیمان و تهیه برنامه مدون بهداشت و اچسی خواهد بود یعنی باید بیاد اون دستور عمل هایی رو که سازمان برنامه و بودجه سازمان بادسی کشور سازمان بادسی کار شهرداری نظام مهندسی و هر ارگان و سازمانی که متولی صدور آین ها و بخش ها مرتبط با کار ما هستش رو بایستی با اونها رو حتما در اسناد و مدارکش بگنجونه و اونها رو قبلا دیده باشه و بیاد یک برنامه مدون بهداشت ایمنی یا همون HSE برای ما طراحی کنه و اون رو به تایید مشاور برسونه یک سری از پروژه ها هستن که خاص هستن مثلا پروژه های نظامی خب اینها پیمانکار بایستی قبل از اینکه قراردادش رو تنهید بکنه قراردادش رو ببنده بیاد و از آینامه ها و در صور عمل های که مختص اون مکان هست مختص اون قرارداد هست آگاهی داشته باشه و بعد از عقد قرارداد نمیتونه ادعای در این زمینه داشته باشه خیلی ساده خدمتتون عرض کنم برای مثال بحث عدم تردد اتباع بیگانه به برخی از پروژه ها و برخی سازمان هاست اتباع بیگانه به خاطر بحث ارزان بودنشون تو پروژه های ساختمانی مخصوصا مسکونی که نظارت سازمان های متولی سازمان های امنیتی ایشون زیاد نیست و خیلی رایج هست بعضا پیمانکارها میان و با همین معیار یک رقمی رو در پروژه میدن و باعث میشه که برنده هم بشن ولی موقعی که کار استارت میخوره به خاطر ماهیتی که اون پروژه داره و عدم مطالعه ای که پیمانکار داشته متاسفانه میگن که فقط کارگر ایرانی میتونی بیاری حتی مشاور خارجی حتی مشاور اروپایی هم شما در این پروژه حق آوردن ندارید خب اگر اینو قبلا پیش بینی نکرده باشه الان حتی میتونه پروژهش شکست بخوره و بحث اچ پلان یا اما برنامه مدون بهداشت رو ایمنی هستش که باید حتما اون رو تهیه کنه و به تایید مشاور برسونه مورد بعدی از پیمان پیمانکار اجدای عملیات تجهیز کارگاه در مدت زمان و مشخصات فنی تعیین شده طبق اسناد و مدارک پیمان هستش و همینطور متناسب با شرایط منطقه در حد متعارف یعنی تجهیز کارگاه رو این نیستش که هر زمان دلش خواست شروع کنه و هر زمان دلش خواست تمام کنه یک بازه زمانی براش تعریف شده چون بازه زمانی همونطور که توی بند اول مشاهده کردید بلادرنگ پس از تحویل کارگاه شروع میشه و طبق اون برنامه مدونی که روز اول به مشاور داده و مشاور همونو تایید کرده بایستی در اون مدت زمان و طبق مشخصات فنی که تعیین شده توی اصلا مدارک هم بهش پرداخته شده و همچنین شرایط منطقه در حد متعارف به اون بپردازه حالا شرط منطقه چی میتونه باشه برای مثال خدمتتون ارز کنم اگر من تجدید کارگاه دارم انجام میدم در فصل بهار در یک منطقه گرم سیری در استان خوزستان در هرمزگان خب بعد حتما بحث گرمای تابستان رو یا حتی گرمای زودرس تابستان رو با اون شدت و حدتی که داره رو پیشبینی کرده باشم و در کارگاه هم و در دفاترم پیشبینی کولر گازی و سیستم سرمایش خوب رو کرده باشم یا بالعکس اون اگر در جایی دارم کار میکنم که هوا بیش از حد سردی هستش یا هوا بیش از حد بارندگی داره باید حتما تمهیدات و پیشبینیهای لازم در این زمینه رو انجام داده باشم اما یکی دیگه از تعهدات کار که مهم هستش بحث بیمه کردن ساختمان و تحت تجهیزات موقت تو کارگاه هستش متاسفانه خیلی از کارگاه ها این کار انجام نمیدن و وقتی بهش میگیم کارگاه رو بیمه کنید فکر میکنم منظور همون بیمه مسئولیت مدنی هستش و ساختمون ها و تجهیزات موقت رو در برابر حوادث اتفاقی مثل سیل و آتش و زلزله بیمه نمیکنند و خدای نکرده در صورت برود یکی از این حوادث هیچ گونه پرداخت خسارت و جبران موافاتی برای پیمانکار به دنبال نخواهد داشت اما هر تجدید کارگاه یک سری سازوکارهایی داره و یک سری چالشها. ما اینطور نیستش که تجدید کارگاه حتی دل خاص بتونیم انجام بدیم که برای پروژه های کوچک و یک سری چالش های مخصوص به خودش رو داریم شما فرض بفرمایید که یک پروژه داریم که دو ماه سه ماه بیشتر طول نمیکشه و مساحتش هم 100 متر مربع بیشتر نیست خوان برای یک همچین پروژه پیمانکار اگر بخواد بیاد و تجهیز کارگاه انجام بده اولاً به لحاظ زمانی اصلا به زمان پروژه نمیخوره ثانیا به لحاظ ریالی هم صرفی نخواهد داشت خب در نجو مواقع این خودش یک چالش تبدیل میشه اگر پروژه بزرگ باشه ما زمان داشته باشیم هزینه داشته باشیم همونطور که خدمتون گفتم ما میتونیم با 4 درصد مبلغ اولیه پیمان منهای خود تجهیز کارگاه حساب کنیم حالا شما فرض بفرمایید یک پروژه کوچیکی داریم که مثلا 100 میلیون مبلغ اولیه پیمانش باشه وای میشه 4 میلیون تومن با 4 میلیون تومن نفر هیچ کاری در واقع برای تجدید کارگاهش نمیتونه انجام بده حتی یک جره ثقیل هم بخواد اجاره بکنه و یک کانکس کوچیکی جابجا بکنه دو برابر بر بر مبلغ براش هزینه در میاد پس این خودش یکی از اون چالش ها خواهد بود اما یکی دیگه از چالش ها عدم برنامه ریزی هستش که ما بدون برنامه ریزی بخوایم بیام تجدید کارگاهمون رو شروع کنیم بحث تجدید اولیه‌مون تجدید ثانویه‌مون رو بخوایم بدون برنامه ریزی بدون داشتن یک برنامه مدون و بدون عکس سهیدی های لازم بخوایم اون رو انجام بدیم این یک چالش واسه ما خواهد بود اما بحث بعدی کمبود نقدینگی هستش یک سری از کارفرما جهت تقویت بنی پیمانکار میاد و حدودا مثلا 20 درصد بهش پیش پرداخت میده که این 20 درصد در مرحله متوالی بهش پرداخت میشه اما خب بعضی پروژه ها این گونه نیستش و پیمانکار باید بیاد با هزینه های اولیه خودش اقدام به تجهیز کارگاه بکنه و معمولا وقتی این کار رو انجام میده شاید برای استارت قوی کار اون هزینه لازم رو نداشته باشه پس کمبود نقدینگی میتونه به عنوان یک چالش در ساز کارهای تجدید کارگاه مطرح بشه اما بحث بعدی عدم توانایی پیمانکار هستش خب بعضا پیمانکارهای ما پروژه هایی رو که ور به ماهیتش پیچیدگی اون دقت لازم رو ندارن و در همون مرحله اول تجدید کارگاه اصطلاحا زمین میخورن بحث بعدیمون عدم تناسب نیروی انسانی هستش چون فرض بفرمایید یک شرکت پیمانکاری داریم که از اول اکثر کارهایی که انجام داده کارهای بازسازی بوده خب به طبع این پیمانکار ما نیروی انسانی که در اختیار داره اکثرا بنا نازوکار کاشیکار گچکار نقاش سخت کار و غیره از این دست خواهند بود حالا اگر بیاد و یک پروژه اسکلت بتونی بگیره نیروی آرماتور بند میخواد نیروی بتونکار میخواد ریز میخواد و یک سری تخصصهایی که شاید الان و به این سرعت نتونه به اونها دست پیدا بکنه و همین باعث یک سری چالش ها و یک سری وقفه ها در کارهامون خواهد شد و اما مورد بعدی که در اسلایت های قبل هم خدمتون از کردم بحث نامناسب بودن طرح جانمایی هست ما خیلی وقتا میایم طرح جانمایی رو ارائه میدیم و بر چالش های قبلی هم فائق میایم و طرح جانمایی رو هم حتی شاید دستگاه مشاور برای ما تایید هم بکنه ولی چون که نامناسب هست و در واقع روش کار کارشناسی انجام نشده یا حتی شده کار کارشناسی انجام شده ولی یک سری تغییرات در کار ایجاد شده برای مثال شاید ما قرار بوده بحث جابجایی مسالمون رو به صورت دستی انجام بدیم ولی الان اومدیم یک تابلو در کارگامون نصب کردیم خب الان طرح جانمایی رو ما باید متناسب با وضعیت جدیدمون اون رو بیایم بهینه کنیم اصطلاحاً اون رو آپدیتش بکنیم اگر این کارو نکنیم خب قطعا با یک چالش مهمی روبرو رو خواهیم بود اما اینکه ما حالا چالش ها رو داریم خب قطعی مشخص ما تو هر کاری که بخوایم استارت بزنیم یک سری چالش هایی داریم با اونها چجوری مواجه بشیم یکی اینکه بیایم توجه خاصی به بحث تجدید کارگاه داشته باشیم تجدید کارگاه رو به عنوان یک آیتم موقت و زود گذر و یک آیتمی که حالا من اینا انجام بدم ندم از جیبم رفته بعدن دوباره میخوام خرابش بکنم اینا هستش که بعضا تو کارگاه شنیده میشه یا اینکه من تجدید کارگاه اگر انجام ندهم چهار درصدش تو جیب خودم میره بیام این بحث رو در واقع از ذهنمون خارج بکنیم و بدونیم که تجدید کارگاه میتونه چقدر برای ما مثمر ثمر باشه بحث بعدش بیام از نیروهای متخصص استفاده بکنیم حتی در تجدید کارگاه تا اونجایی که میتونیم از نیروهای بومی با توجه به شرایط منطقه استفاده بکنیم مثلا اگر داریم در جایی کار میکنیم که شرایطش ویژه است مثلا در استان سیستان بلوچستان ما داریم کار میکنیم در استان هرمزگان داریم کار میکنیم اینا مناطقی هستن که به لحاظ جوی به لحاظ آب و هوایی شرایط ویژه خودشون رو دارن شاید اگر ما از نیروی غیر بومی بخوام استفاده بکنیم حداقل تا یکی دو ماه تا اینها بخواد بدنشون به اون شرایط عادت بکنه و حتی زبان بومی های منطقه رو بخوام متوجه بشن ما با یک چالش مواجه بشیم اما مورد بعدی که میتونیم با چالش هم مواجه بشیم بحث ظرفیت سازی کافی برای تامین آب و برق و سوخت و مخابرات و این چیزامون هستش خیلی هم مشکلاتی که ما توی کارگاه باش مواجه میشیم دور بودن از شهر هستش و نداشتن دسترسی نیروی انسانیمون به شرایط اولیه مثل آب و برق و سوخت و مخابرات و از این قبیل امکانات هستش اما مورد بعدی هم اینه که ما بیایم دستور های حفاظت و HSE رو همون اول تهیه کنیم و نفراتمون رو الزام به استفاده از اونها حتی در مرحله تجهیز کارگاه بکنیم خیلی وقتا پیش اومده که در مرحله تجهیز کارگاه ما کارگاهمون، نفراتمون، به لحاظ ایمیل دوچار مشکلی شدن، یک حادثه جانی خدای نکرده رخ داده و همون مرحله تجهیز کارگاه متاسفانه کار ما با چالش بدوی مواجه شده و حتی بعضا دوچار شکایت شده کار و در همون مرحله اول متوقف شده. به نام خدا زمن سلام و خسته نباشید خدمت دانشجویان و دانش گرامی آنجا که توی این فصل میخوام بهش پردازیم شامل مکانیابی سایت پروژه خواهد بود اینکه ما اصلا پروژه که رو قبل اینکه بخوایم کارهای تجدید کارگاهش انجام بدیم چطور اون رو مکانیابی بکنیم بحث تامین آب برق سوخت و مخابرات خواهد بود که نیازهای اولیه هر کارگاه خواهد بود بحث دسترسی به امکانات رفاهیمون هست یک سری امکانات رفاهی مو در هر کارگاهی متناسب با مبحث دوازده مقررات ملی و همچنین استانداردهای وزارت کار و وزارت بهداشت برای پرسنلمون و برای کارگرمون باید حتما در نظر داشته باشیم بحث منابع قرضه رو خدمتتون توضیح خواهیم داد که ما در هر کارگاهی ما چطور میتونیم از یک سری منابع که منابع قرضه معروف هستند استفاده بکنیم حالا بعضی ها منابع قرضه رو شاید منابع مالی بدونن ولی منابع قرضه میتونه در رابطه با مسائل هم توجیه داشته باشه اما با یک سری محدودیت های کارگاه ما آشنا خواهیم شد خب هم توی خدمتتون عرض کردم ما در هر کار یک سری محدودیت ها و یک سری چالش های خواهیم داشت اما خب این که در هر کارگاهی ما چه نوع محدودیت های متناسب با متراژ و ماهیت کارمون خواهیم داشت به اون خواهیم پرداخت حتما و بحث زمین های اطراف پروژه و همسایگان هستش که بسیار های زهمیت هستش اینکه ما جایی که میخوایم کارمون رو شروع بکنیم و تجدید کارگامون رو انجام بدیم زمین های اطرافش مالکیتشون چگونه خواهد بود همسایگانی که ما داریم همسایگانمون مسکونی هستن همسایگانمون احتمالا نظامی هستن دولتی هستن خصوصی هستن همه اینها میتونه ما رو در تدوین یک برنامه جانمایی و یک برنامه جامع برای تجدید کارگاه و حتی چیز بدنمون یاری بکنه و اما در نهایت هم در این فصل مورد بحث حفاظت فیزیکی از کارگاه و امنیت اون خواهیم پرداخت اینکه حفاظت فیزیکی از کارگاه در آیتم اول بر عهده چه کسی خواهد بود و مراحل اون به چه نحو و به چه شکلی خواهد بود یکی از نکاتی که در مکانیابی سایت پروژه های زهمیت هست بحث بررسی منطقه جغرافیایی هستش اینکه ما قبل از هر کاری و قبل از اینکه اصلا وارد هر پروژه‌ای بخوایم بشیم بایستی حتما منطقه جغرافیایی که اون پروژه درش قرار گرفته رو به طور کامل مد نظر قرار بدیم و بررسی های لازم رو در اون زمینه انجام داده باشیم همونطور که در اسلایدهای های قبل خدمتون از کردم برای مثال کار کردن در یک محیط کوهستانی و کار کردن در یک محیط صحرایی و بیابانی کاملا با هم متوابط خواهد بود و هر کدوم از اونها در واقع مزایا و معایب مختص به خودشون را خواهند داشت. بحث بعدیمون استراتژی و نحوه اجرای پروژه هستش. خب هر پروژه‌ای متناسب با ابعاد و اندازه و ظرفیتی که براش در نظر گرفته شده با یک استراتژی پیش خواهد رفت در یک مدیریت استراتژیک بر اون پروژه تعریف شده مگر اینکه یک ای پروژه بسیار کوچک و اندکی باشه که حالا استراتژی اون یک استراتژی خیلی معمول و روتینی باشه که نیاز به بحث و بررسی خاصی نداشته باشه ولی ما در پروژه های بزرگ در پروژه هایی که طول مدت هستند و مخصوصا در پروژه های خاص حتما بایستی برایشون یک استراتژی تعریف بکنیم و نحوه اجرای پروژه رو هم به صورت یک برنامه به صورت یک تاکتیک به عوامل زیر ابلاغ کنیم حتی برای بحث جابجایی مسائل در پروژه هم ما میتونیم یک استراتژی داشته باشیم که این نحوه پخش مساله و در واقع تدریق نیازمندی ها و متریال به هر جبهه کاریمون به چه صورت انجام بشه به صورت پخش در محل به صورت توضیح در نقطه‌ای یا حالا همین توضیح نقطه‌ای به صورت نفر بر باشه یعنی هر نفر بیاد تجهیزات روزانه خودش رو مسائل روزانه خودش رو بگیره ببره یا یعنی اینکه مثلا من اون رو با یک تاورکرین یا با یک جره سقیل و هر نحوی به صورت ساعتی به صورت پای کار بهش تحویل بدم همه این مسائل میتونه ما رو در یک تجهیز کارگاه موفق و در یک مکان یا بی سایت پروژه یاری کنه اما یکی از مسائلی که حائز اهمیت هستش حتی در پروژه های داخل شهر بحث تامین آب برق سوخت و مخابرات ما هستش خب بحث مخابرات به لطف اشاعه شبکه های تلفن همراه تقریبا برطرف شده است خب در گذشته که تلفن همراه نبود تو هر کارگاهی باید حداقل یک خط تلفن وجود داشت که نفرات داخل کارگاه بتونن با عوامل بیرون از اون با دفتر فنیشون و دفتر مرکزیشون ارتباط برقرار کنن اما خب ما الان شاید بتونیم بگیم بحث مخابرات رو مثلا در بحث به های کوچک کارگاهی بتونیم تعریف بکنیم اما باز بحث آب و برق و سوخت میمونه همونطور که در وصل قبل خدمتتون از کردم یکی از تعهدات مهم کارفرما صدور مجوزهای لازم هستش حالا یا خود کارفرما میاد مجوزها رو اخذ میکنه بابت بحث آب کارگاهی بابت بحث برق کارگاهی بابت بحث تامین گازوئیل و سوخت مورد نیاز کارگاه یا خودش این قدرت رو داره و در واقع این نفرات رو داره این لابی رو داره و میتونه مجوزها رو عکس کنه یا اینکه مجوزهای لازم و نامه ها و معرفی نامه ها رو به کارفرما ابلاغ میکنه طبق مفاد شرایط عمومی پیمان تامین انرژی به یک چیز تعریف شده است یعنی ما میتونیم طبق مفاد پیمان خودمون تامین انرژی رو در نظر بگیریم حالا اگر طبق مفاد پیمان ما نوشته باشیم که تامین انرژی بر عهده کارفرما خواهد بود خب باید بر همین اساس کار پیش بره اگر نه گفته باشیم که بر عهده پیمانکار خواهد بود برای مثال تامین سوخت برای ماشینالات مخصوصا اگر پروژه ما یک پروژه راهسازی باشه اما در اون بخوایم از ماشینالات به نحو عمده استفاده بکنیم خب تامین سوخت گازوئیل اینها و یا حتی سوخت بنزین برای یک سری ماشینالات و تجهیزات داخلیمون به صورت عادی شاید امکان پذیر نباشه قطعا یک سری مجوزها میخواد که باید کارفرما ها رو صادر کنه یا خودش عقص کنه و اما بهای اونها رو اگر در مفاد پیمان پیش بینی شده باشه که بر عهده پیمانکار هستش طرفا هم همین گونه خواهد بود پیمانکار باید اونها رو انجام بده اما در رابطه با آب و برق یک مسئله عرفی وجود داره که معمولا میگن آب و برق تا پای کار یا اصطلاحا تا پشت در کارگاه بر عهده کارفرما خواهد بود و برای داخل و انشابات داخلی که به موقت هستند بر عهده پیمانکار خواهد بود ما در هر تجدید کارگاهی نیاز به یک سری امکانات رفاهی داریم اصلا تجدید کارگاه رو ما انجام میدیم برای اینکه بتونیم به یک سری رفاهیات و یک سری امکانات رو فراهم بکنیم که پرسنل و نفراتمون بتونن مفاد پیمان و اون عملیاتی که براشون تعریف شده رو انجام بدن و ما قبل از هر کاری باید بیایم امکانات موجود رو بررسی کنیم بعضی پروژه ها هستن که پروژه های بازسازی هستن یا پروژه هایی هستن که در کنار یک سری ساختمان های متروکه یا ساختمان های قدیمی داره ساخته میشه و یک سری امکانات موجود اونجا برای ما هست که میتونیم یک سری تغییر کاربری ها برای اونها در نظر بگیریم و از اونها به طور بهینه استفاده کنیم برای نمونهش خانه هایی رو که الان به صورت بافت فرسوده هستند و اصطلاحا دارن به صورت بهسازی و به صورت تجمعی یا تجمیعی دارن تغییر کاربری پیدا میکنن اگر دقت کرده باشین میگه یک گوشه ای از ساختمون رو که معمولا شاید در انتهای حیات هست رو به عنوان دفتر کار، به عنوان اتاق کارگری و به عنوان مثلا سرویس یا حمام تخریب نمی کنن. نگه میدارند یک سری تغییراتی درش اعمال میکنن و به عنوان تجدید کارگاه از اون بهره میبرند. اما یک سری پیش ها و حالا احداث اماکن و سرویس ها به صورت موقت ما, ما در پروژه ها خواهیم داشت چون همه پروژه ها یک سری امکانات موجود رو که ندارن اگه هم دارن شاید تکافوی نیازمندی ما رو نکنه به همین علت میایم یک سری اماکن رو اونجا احداث میکنیم یک سری سرویس ها و حمام‌ها اونجا در نظر میگیریم که حالا بعضا به صورت کانکسی هم با شرط کردن متناسب با محدوده و عمر پروژه متناسب با هزینه که برای اونجا ما در نظر گرفتیم الان یک سری کانکس هستند هستن که حمام موقت داخلشون هست قابلیت جابجایی دارن میتونیم اونها رو از این پروژه به پروژه دیگه و یا حتی داخل خود پروژه هم بدون نیاز به جر سقی میتونیم اونها رو جا به راحتی جابجا بکنیم بکنیم اونها دیگه حداقل امکانات رفاهی هستند که بایستی در هر کارگاهی ما اونها رو مدنظر قرار بدیم اما منابع قرضه این کلمه هستش که مخصوصا در پروژه های راهسازی و یا پروژه هایی که بعضا خارج از شهر هستند و نیاز به مساله مخصوصا مساله مثلا خاکروس مساله دانبندی خاص دارن به گوش میخوره این اصطلاح در اونجا استفاده میشه حالا شاید یک بار اول که میشته من فکر کنم منظور منابع قرضه همون اوراق قرضه یا مثلا اوراق مشارکت هستی که برای تقویت پروژه بخواد استفاده بشه نمیتونیم بگیم ارتباطی با هم ندارن دارن ولی خب این منابع قضیه که ماجم خدمتتون بگیم ربطی به بحث مالی پروژه به صورت مستقیم نخواهد داشت ما طبق نشریه 101 نامه مشخصات فنی راه ویرایش دومش میتونیم بگیم که قرضه به منابع اطلاق میشه که میتونه کسری خاک و یا مساله مورد نیاز ما رو جهت یک خاکریز راه یا جهت یک پروژه از اونجا بتونیم تأمین کنیم. اینکه انتخاب محل قرضه یا نوع قرضه بر صورت باشه رو باید حتما طبق دستورالعملی که دستگاه نظارت مشاوره ما میده براش طراح لازم رو انجام بدیم. پس در یک عبارت میتونیم بگیم که منابع قرضه در واقع منابعی هستن که ما میتونیم کسری مساله و یا حتی خاک مورد نیازمون رو از اونجا به دست بیاریم. برای مثال فرض فرمایید که یک پروژه راهسازی داریم پروژه راهسازیمون تمام متریال مورد نیازش رو که حالا خاک مخلوط مناسبی هم هست رو خب شاید نتونیم از یک مسائل فروشی خاصی تهیه کنیم معمولا در اینجور مواقع میرن میگردن متناسب با اسنادی که اونجا هست یک متناسب با در واقع مدارکی که اداره منابع طبیعی یا اداره راهسازی و ناحیه داره یک منبعی رو یا یک محلی رو که نمونه خاک ما به طور طبیعی در اونجا وجود داره رو کشف میکنن و اجازه استفاده از اون رو میگیرن و از اون ناحیه میتونن کسری خاک یا مسائل مورد نیازمون رو تأمین کنن اما دامنه کاربرد قرضه ها خب ما قرضه ها رو با هر شرایطی هم نمیتونیم استفاده کنیم این که بگیم ما یک معدن ماسه پیدا کردیم در حوالی پروشمون و بریم افتایش بکنیم برای خودمون و استفاده کافی رو ازش بخوایم ببریم دامنه کاربرد برای قرضه ها هست یک سری شرایط و شروطی برای خودش داره که مثلا اینها رو میتونیم بهش اشاره بکنیم اینکه فقط با ارائه یک سری دلایل توجیهی و تصویب کارفرما ما میتونیم از مصالح قرضمون استفاده کنیم توی عملیات حالا اینکه مصالح قرضه خب به صورت جانبی موضعی و یه منتخب هستن که در استاید بعد خدمتتون توضیح خواهم داد اینکه اگر ما از قرضه جانبی یا از مقاطع دیگه قرضه میخوایم استفاده بکنیم حتما بایستی نقشه های تیپ اون رو به دستگاه نظارت بدیم و دستگاه نظارت اون رو به ما ابلاغ بکنم اینکه از قرضه اگر میخوایم استفاده بکنیم حتما بایستی قرضه رو در آزمایشگاه فنی مکانیک خاک یا آزمایشگاه مقامت مسالهی که مورد تایید دستگاه نظارت مشاور باشه دامنه اونها رو انجام داده باشیم و اینکه اگر موفق شدیم در واقع مجوز استفاده از اون قرضه رو بگیریم بعد از اتمام کار بایستی حتما تصیح و تنظیمات لازم رو برای اون محل انجام بدیم این نباشه که یک محل قرضه ای رو ما معرفی بکنن از اونجا بریم خاک مورد نیاز مساله مورد نیازمون رو به صورت طبیعی برداشت بکنیم و بعد کارمون تمام شد اون رو به صورت ناقص رها کنیم و بخواد دچار اصطلاحا آبشستگی آیا دوچاره دچار هوازدگی مرتبط با اون بشه اگر خاطر شریف باشه من راجع به قرضه جانبی موزهی و منتخب صحبتی رو میان آوردم خالی از لطف نیستش که با این سه تعریف آشناییتی داشته باشیم خب قرضه جانبی قرضه که موجود در حریم قانونی راهه یا در مجاورت حریم راه یا اینکه اگر بلامانه باشه در نزدیکی ما قرار گرفته